عناوین خبرها اسرائیل منتظر تصمیم آمریکا درباره سپاه پاسداران ایران است کاخ سفید تاریخ انقضای مذاکرات گذشته است افتضاح ارتش در روز رژه ارتش در مقابل رئیسی و ویدیوی رسوایی خانواده قالیباف و واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی به ایران خوش آمدید اسرائیل منتظر تصمیم آمریکا درباره سپاه پاسداران ایران است. مقامات اسرائیل خود را برای دو سناریوی خروج یا ابقای سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان های تروریستی آماده می کنند. بنابر اعلام منابع رسانه اسرائیل به رغم اصرار برخی مقامات وزارت خارجه آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران کاخ سفید در کنار اسرائیل ایستاده و مایل است که نام سپاه در لیست سازمان های تروریستی بماند. در این راستا روزنامه ها آرتس سشنبه 19 آوریل نوشت اسرائیل در هفته های اخیر کارزار فشرده ای را در ایالات متحده علیه حذف سپاه از لیست تروریسم در پیش گرفته و اکنون منتظر تصمیم دولت بایدن است که احتمالا در چند روز آینده اعلام خواهد شد. با این حال به گفته که مقامات اسرائیلی زینفوز در ایالات متحده فشار آن بخش از کارکنان وزارت خارجه آمریکا که میخواهند سپاه پاسداران را در لیست تروریستی نگه دارند میتواند بر اعلام بایدن تاثیر بگذارد یکی از مقامات اسرائیلی در این زمینه به ها آرتس گفت تا زمانی که یک بیانیه روشن وجود نداشته باشد غیر ممکن است که بدانیم تصمیم نهایی رئیس جمهور آمریکا چه خواهد بود اکنون اسرائیل خود را برای دو سناریوی احتمالی آماده می کارد. یکی عقب نشینی ایران از خواسته های خود سر میز مذاکرات است که احتمالا با انگیزه استفاده هرچه سریعتر آن از سودهای حاصل از افزایش شدید قیمت جهانی نفت در پی جنگ در اوکراین صورت خواهد گرفت که در صورت اتخاذ چنین روی کردی اسرائیل در تلاش های خود برای متوقف ساختن برنامه های آمریکا در روند امضای توافقنامه جدید با ایران طی چند روز آینده با مشکل مواجه خواهد شد. سناری سناریوی دوم پافشاری ایران بر خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی خواهد بود که میتواند امضای توافقنامه جدید را به تأخیر انداخته و پیچیده کند و واشنگتن و تهران را به سوی رویارویی بیشتر سوق دهد به نوشته ها آرت در اسرائیل اعتقاد بر این است که ایران با مهارت بیشتری از دیپلمات های آمریکایی چانه زنی می کند و با توجه به اینکه دولت بایدن خود را برای امضای توافق مصمم نشان میدهد پافشاری های ایران باید در نهایت بتواند به نتیجه برسد دولت بایدن در اوایل سال میلادی جاری با تاکید بر اینکه چند هفته بیشتر فرصت نیست برای سرعت بخشی به روند مذاکرات هسته‌ای عجله به خرج میداد و بر فشارهای دیپلماتیک خود افزوده بود اکنون اما حالا که شرط فرابرجامی ایران برای خروج سپاه از فهرست تروریسم مطرح شده به نظر میرسد آمریکا از تعجیل گذشته خود عقب نشینی کرده و طبق آنچه مقامات دیپلماتیک اسرائیلی به ها گفته گفتهاند ایالات متحده بارها های خود را تصحیح کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه 18 آوریل در واکنش به اظهارات مقامات ایرانی گفت اگر ایران به دنبال لغو تحریم‌های فرابرجامی است این کشور میباید به نگرانی‌های فرابرجامی آمریکا نیز رسیدگی کرده و پاسخ دهد. پرایس در بخش دیگری از سخنان خود که به نظر می رسد حاکی از عدم تمایل آمریکا به تن دادن به شروط فرابرجامی ایران است افزود واشنگتن برای سناریوهای احیای برجام و یا شکست مذاکرات به صورت مساوی آماده می شود. پهپاد ارتش روی دست در رژه روز ارتش در روز دوشنبه 29 فروردین در رژه روز ارتش که در حضور ابراهیم رئیسی برگزار شد پهپادهای ارتش به نمایش درآمد در این نمایش در حالی که پهپادهای بزرگتر با خودروهای سنگین منتقل شدن نمونه های از پهپادهای کوچک به جای قرارگیری روی پایه مناسب روی دست نیروهای ارتش منتقل شدند سامانه های ارتباطی و ارتباطی عمی که دشمن و تداوم و استمرار پروازی بالاست تجهیزات و تدریف واکنش ها به سفر اعضای خانواده قالیباف برای خرید سیسمونی نوزاد به ترکیه سفر همسر دختر و داماد محمد باقر قالیباف برای خرید سیسمونی نوزاد به ترکیه با واکنش های گسترده مواجه شده و برخی از فعالان سیاسی در ایران خواهان استعفای او شدند در همین حال پسر قالیباف انجام این سفر را تایید کرد اما آن را خطای نابخشودنی خواهر و دامادش توصیف کرد در پی انتشار چند عکس از یک خانواده چادری که روز از استانبول به همراه حجم بالای بار وارد فرودگاه امام خمینی تهران شده بودند مشخص شد آنها زهرا مشیر و مریم قالیباف همسر و دختر محمد باقر قالیباف و امین رضا بهیرایی داماد او هستند که برای خرید سیسمونی به ترکیه سفر کرده بودند این سفر در حالی صورت گرفته که قالیباف در جریان مناظره انتخاباتی سال 96 به شدت از واردات سیسمونی و لباس بچه از خارج از کشور انتقاد کرده بود. در همان مناظره گفته بود وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی می رود لباس بچه از ایتالیا می آورد. مردم شما فکر می کنید اقتصاد ما درست می شود هرگز. شما نگاه کنید وزیر آموزش و پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ انتشار اکس های سفر همسر، دختر و داماد غالیباف برای خرید سیسمونی نوزاد به ترکیه واکنش های نیز در پیدا شده که اغلب خواستار استعفای غالیباف یا در مواردی خواهان عذرخواهی او شدهاند. عباس عبدی در همین مورد نوشت این خبر آنقدر مهم و ویرانگر است که باید از همه مناسب خود استفاده دهد. حیف که اطمینان دارم نفر جایگزین او تر خواهد بود. عبدی در ادامه افزود پس پیشنهاد استعفا دهم فقط نمیدانم غالیباف از این پس چه چگونه در دوربین نگاه کرده و علیه چهار درصدی ها حرف می زند. چون این خرید خاص طبقه یک در ده هزاری هاست وحید اشتری فعال رسانه که پیشتر نیز جزئیات چند پرونده فساد را فاش کرده است در واکنش به سفر اعضای خانواده رئیس مجلس شورای اسلامی برای خرید سیسمونی به ترکیه نوشت نمی شود آن بالا نشست و با چفیه برای مردم از تولید ملی و اشتغال و ممنوعیت ورود لوازم خانگی و خودروی ملی سخنرانی کرد و خانواده خود را برای خرید سیسمونی بدرقه ترکیه کرد. رحمت الله بیگدلی فعال سیاسی و مدرس دانشگاه نیز در صفحه توییتر خود خواستار استعفای قالیباف شد و نوشت فقط استعفای قالیباف این ننگ را پاک می کند. در همین حال الیاس قالیباف فرزند محمد باقر قالیباف در صفحه اینستاگرام خود با تایید سفر اعضای خانوادهاش به ترکیه نوشت خواهرم و همسرش کاری انجام دادند که حتما غلط است و این سفر آن هم در این شرایط اقتصادی مردم یقینا اشتباه است الیاس قالیباف افزود آنچه این خطا را نابخشودنی تر می کند آن است که به امید و اعتماد مردم ضربه میزند و زبان ضد انقلاب و بدخواهان را درازتر میکند فرزند رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه رفتار خواهر و داماد خود را مخالف نظر و مشی و مرام پدر خواند و عنوان کرد آنان که میخواهند خطای فرزند را به پای پدر بنویسند بدانند که این کار از قبل مورد مخالفت ایشان قرار گرفته بود ولی متاسفانه نادیده گرفته شد در حالی که شمار زیادی از فعالان سیاسی در واکنش به سفر اعضای خانواده قالیباف به ترکیه خواستار استعفای او شده اند الیاس قالیباف در صفحه اینستاگرام خود نوشت من به سفر خودم از همه مردم عذر میخواهم و آنها یعنی خواهرم و همسرش هم حتما باید عذر خواهی کنند. الیاس قالیباف در بخشی از توضیح اینستاگرامی خود درباره سفر اعضای خانواده قالیباف به ترکیه نوشت آنها برای خرید سیسمونی نرفته بودند و ناراستی ها و بزرگ نمایی های در متن های منتشر شده وجود دارد اما به هر صورت انجام این سفر خطایی نابخشودنی است چرا که باعث می شود همه تهمت هایی که در گذشته به پدرم و خود آنها زده شده را صحیح جلوه دهند با وجود آنکه در اغلب موارد قوه قضایی از رسیدگی به این اتهامات خودداری کرده اما در چند مورد از جمله در مورد بخشی از پرونده فساد قالیباف در دوره شهرداری ایسا شریفی که دوازده سال قائم مقام قالیباف بود به 20 سال زندان محکوم شد سه متهم دیگر هم از دو تا سی سال حبس محکوم شدند بهمن ماه گذشته نیز رادیو فردا فایل صوتی جلسه محرمانه محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران و صادق زلقدر نیا معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال 97 را منتشر کرد که در آن از نقش مستقیم قالیباف در پرونده فساد هلدینگ یا سخن میگوید به گفته محمود میلوهی رئیس کمیسیون اقتصادی دوره پیشین شورای شهر تهران حدود 3800 واحد ملکی در 1900 1904 پلاک سفتی بخشی از املاک نجومی است که در دوره قالیباف بدون قرارداد و اجاره نامه و هیچ سندی در اختیار برخی افراد گذاشته شد. قالیباف در دوره شهرداری خود همچنین زمینهایی به مجموع مساحت 71397 متر مربع در اردیبهشت سال 90 به مؤسسه خیریه متوسلین به امام رضا متعلق به همسر خود واگذار کرد و این جدایی از کمک 250 میلیارد تومانی شهردار وقت به خیریه همسرش بوده است.